با بهترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان برنامه های خبری تحلیلی امشب دوشنبه در ایران فردا را پی میگیریم با صفحات تازه ای از آخرین خبرهای ایران منطقه و جهان در برنامه شامگاهی صفحه یک نیز همزمان کاوشی بر آخرین و مهمترین منتشره های هر روز ایران در ایران فردا نخست مروری کوتاه بر سرفصل اهم مطالب و عناوین برگزیده امشب برگزاری انتخابات پارلمانی در ترکیه با پیروزی مطلق حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان و واکنش های جهانی گسترده به این انتخابات مهم منطقه ای به اظهارات آیت الله علی خامنه حول سوریه مذاکره با آمریکا و سیاست خارجی دولت های ایران همینطور ادعاهای تازه بابک زنجانی علیه برخی از بلندپایگان پایگان نظام و اپیدمی آلودگی مالی میان تمامی ارکان نظام جمهوری اسلامی موج ادامه از جدال های پیشا انتخاباتی و زود هنگام در ایران با انتقاد دو طیف سیاسی از صدا و سیما و بالاخره تازه های از برجام و انجام مفاد این توافق نامه اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب دوشنبه 11 آبان ماه ایرانی برابر با دوم نوامبر 2015 میلادی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به سمع و نظر شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک و در بخش آغازین برنامه امشب صفحه یک نخست مروری کوتاه خواهیم داشت بر چند خبر کوتاه و مهم برگزیده از ایران منطقه و جهان ترکیه و نتیجه انتخابات با پیروزی مطلقه حزب حاکم مصوم به عدالت و توسعه بر صدر رسانه های جهان جای گرفت پیروزی قاطع حزب حاکم در میان رقابت های پرتنش ماهای اخیر که هر گونه گمانه ها را در سپهر سیاست ترکیه قبارالود مینمود هم در داخل ترکیه با هیجان و شادی کم نظیری مواجه شد و هم سیما و جلوه جدیدی از تمرین دموکراسی را در این کشور مهم منطقی به نمایش گذاشت. <متصفيق> 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 دینکی چین، دینکی چین، کاردیشنکی طبعا ایرانیان و مسئولین حاکم در تهران نیز لحظه ای رسد می وقایه ترکیه رو در این میان بر اساس گزارش ها احمد داوود اغلو نخست وزیر ترکیه و رئیس حزب عدالت و توسعه اعلام کرد که حزبش در انتخابات پارلمانی پیروز شده است با شمارش کامل آرا این حزب با کسب بیش از 315 کرسی از 550 کرسی پارلمان می تواند به تنهایی دولت تشکیل دهد آقای داوود اغلو نتایج انتخابات را پیروزی برای دموکراسی و مردم ترکیه خوانده است Şu tertemiz tarlaya sevgiden başka tohum ekmeyiz biz. Ve ben buradan Hazreti Mevlana'nın huzurundan bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bu gece bir sevgi tohum ekme gecesidir. Bu memleket, bu ülke tertemiz bir topraktır. Bu millet tertemiz bir millettir. ve ترتمیز بیر بلده، ترتمیز بیر شهر دیر. همچنین رجب طیب اردغان رئیس جمهور ترکیه هم گفت رأی دهندگان نشان دادند که عمل و توسعه را به جنجال ترجیح می دهند. در سوی دیگر ماجرا حزب دموکراتیک خالقها موسوم به اچ دی پی که مورد حمایت کرد هاست ده درصد آرای لازم برای ورود به پارلمان را کسب کرده است بر اساس شمارش آرا حزب عدالت و توسعه در انتخابات دیروز یکشنبه شنبه 49 و ممیز 5 درصد آرا را کسب کرده است که بیش از آرای لازم برای کسب 276 کرسی است که برای تشکیل دولت لازم است با این حال این حزب کرسی های لازم برای برگزاری همه پرسی تغییر قانون اساسی و افزایش اختیارات رئیس جمهور که آقای اردوغان خواهان آن بوده را ندارد در سوی دیگر ماجرا حزب جمهوری خلق بزرگترین حزب مخالف دولت بیش از 23 درصد آرا را کسب کرده است مردم ترکیه برای بار دوم طی پنج ماه گذشته یعنی دیروز یکشنبه اول ماه نوامبر در انتخابات پارلمانی شرکت کردند در این میان روزنامه های ترکیه نیز واکنش های, های رقیب و تا حدودی بازنده رو منتشر کردند که گویا از دولت گلایه هایی داشتند از جمله روزنامه زمان چاپ ترکیه از رهبران حزب دموکراتیک خلق ها نقل قول کرده است که انتخابات عادلانه نبود و سیاست امدی اردوغان برای قطبی کردن جامعه سبب شد تا آرای این حزب کاهش پیدا کند بر اساس گزارش های روزنامه زمان این حزب یعنی دموکراتیک خلقها ها میگوید پس از دو انفجار مرگ بار هفته های اخیر در آنکارا و سروچ مجبور شده بود تجمعات انتخاباتی خود را لغو کند و نیز وقت کمتری از بردمه های تلویزیونی به آن اختصاص یافت و اما دولت باقچلی رهبر حزب حرکت ملی نیز گفت نتایج انتخابات دیروز یک شنبه تصویر تار و مبهم ترکیه رو بهبود نمی بخشد. او دولت سیزده ساله ی حزب ادارت و توسعه را متهم به ناکامی و فساد کرده است

تکرار رزو 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 الله الله گزارش های تکمیلی را در خصوص انتخابات ترکیه و باستاب های جهانیان از سوی همکارانم در بخش آن سوی خبر ببینید و اما روزنامه های امروز تهران علا رغم این که روزنامه های صبح در واقع هم وقت داشتند و هم حسب رسد کردن های این جانب تا دقایق پایانی شب و آغازین دقایق بامداد امروز که دیرگاه هم منتشر شده بودند در صفحه نخست کمتر به مقوله ترکیه پرداختند تنها دو روزنامه در صفحه نخست خود به موضوع اشاراتی کردند آن هم با جهتگیری های خاص خود از جمله روزنامه قانون با جهتگیری نسبتا زننده علیه حزب پیروز از آشوب انتخاباتی در ترکیه خبر داد که احتمالا به تنش های متداول در بخش های شرقی این کشور خاصه بروز تنش در دیاربکر اشاره می کرد. قانون علا رقم این که با دانستان و آگاه بودن از نتیجه انتخابات با واجگانی که آشکارا اتهام تقلب رو متوجه حزب پیروز می نوشت که حزب حاکم خود را پیروز انتخابات خواند. همچنین روزنامه اقتصادی جهان صنعت دیگر روزنامه بود که موضوع و مطلب اصلی صفحه یک را به ترکیه اختصاص داد و البته به درستی از استقبال گسترده از انتخابات پارلمانی در این کشور اشاره کرد این روزنامه نیز در تیتر دوم شماره امروز با زیر زیل همین موضوع و مضمون با طرح گمانه و سوالی میپرسید که خواب سلطان تعبیر می شود که در واقع نیشی بود نرم که این روزها از سوی و مسئولین جمهوری اسلامی علیه مقاومت رجب طیب اردوغان در برابر باشا راست به کار گرفته می شود واژگانی همچون نه سلطان و یا امپراتور واژگان تخریبی هستند که عمدتا با هدف خواندن اردوغان به کار میرود البته بدون در نظر گرفتن سرکوب انتخاباتی و حصر و حبس معترضین انتخابات در سال 88 توسط شخص آقای خامنه ای که خود را ولی امر مسلمین جهان میخواند خواند صرفا هم به همسایه‌های چون ترکیه انتقاد وارد میکند خبرها و نظرها را ادامه میدهیم با خبرهایی برگزیده از ایران اظهار موزه علی خامنه ای در جمع سکانداران دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی از جمله با حضور ظریف وزیر خارجه ایران نیز با اصطاب گسترده ای در رسانه های داخلی و بعضا خارجی داشت از جمله اینکه رهبری ایران اعلام داشت که سیاست خارجی ما انقلابی است منطقه انقلابی میماند و با عوض شدن دولت ها نیز سیاست خارجی تغییر نمی کند که از سوی بسیاری از کارشناسان و آگاهان سیاسی و رسانه ای در واقع پرده ای تازه از شکاف در پس پشت پرده های سیاست خارجه تیم دولت روحانی از یک سو و بیت رهبری ایران را کنار زد چرا که خامنه ای بر گفتگو با آمریکا صرفا حول مذاکرات هسته ای تاکید دارد اما در عمل مردان تیم تکنوکرات سیاست خارجه کابینه روحانی در واقع دومین دیدار خودشون رو هم با جان کری حول مسائل منطقه ای داشتند در هر روی به گزارش خبرگزاری ایرنا آیت الله خامنه ای که در دیدار با وزیر خارجه سفیران و کارداران ایران سخن می گفت درباره نقش دولت های مختلف ایران در سیاست خارجی کشور اشاره کرد که دولت ها فقط در تاکتیک ها و ابتکارات اجرایی راهبردهای سیاست خارجی تأثیر گذار و دخیلند یعنی عملا تایید اظهارات 11 سال پیش سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران که گفته بود که دولت ها تدارکات بیشتر نیستند و اما ورق میزنیم روزنامه های امروز را با اظهارات و موضعات دیگر با باستاب اظهارات موضع خامنه ای که هم در صفحات نخست باستاب داشت و هم در ستون های سرمقالات و تحلیل های ها در این میان خانش ها مختلف و دستوی دو طیف روزنامه های موجود در کشور برخی از روزنامه ها به طور گزینشی بخش هایی که نهیب و هشدار به دولت بود رو کمتر کردن یعنی در واقع روزنامه نزدیک به دولت و در سوی دیگر روزنامه نزدیک به نهاد رهبری یا رسانه هایی که در واقع منویات رهبری ایران رو منعکس میکنن که از غذا خانششان نیز نزدیکتر و واقع بینانه تر به اظهارات رهبری ایران است همگی همون بخش هشداری رهبر مبنی بر اینکه دولت ها نقشی در تغییر سیاست خارجه ندارند و یا موضوع آمریکا ستیزی را برجسته کرده بودند نمونه های چند از این دو گروه روزنامه ها رو با هم مرور می کنیم از جمله روزنامه کیهان که مستقیما منویات علی خامنه ای را انتشار می دهد تیتر اصلی امروز رو تأکیدی به نقل از خامنی آراست که سیاست خارجه نظام با رفت و آمد دولت ها تغییر نمی کند و یا روزنامه وطن امروز نزدیک به طیفی از مردان محمود احمدی نژاد با درج تصویری خاص از صحنه دیدار ظریف و ارائه گزارش ظریف جلوی خامنه ای گویا که از رسمیت شناسی این وزیر کابینه هم تا حدودی عبا دارد تصویری در سایه و در محاق از چهره ظریف منتشر کرد که خامنه از موزه بالایی به وی می و این دیپلمات کابینه روحانی نیز با استرابی نرم به فقیه حاکم گزارش میدهد و تنها با سه واژه منطقه انقلابی می ماند صفحه بندی شد گویا عکس صفحه نخست امروز این روزنامه بیش از واژگان در واقع پیام داشت از منظر این جانب البته ادامه میدهیم با سایر روزنامه ها و مطالب برگزیده امشب در مزامین و موضوعات مختلف از جمله با همین اظهارات موضعی آقای خامنه ای روزنامه های همچون شرق و شهروند که میان رو هستند از اظهارات رهبری ایران موضوع سوریه رو استنباط کردن برگزیدند که گفته بود تصمیم گیری سایر دولت ها و کشورها برای کشوری چون سوریه بدعت خطرناکی است که البته ایشان اشاره به مداخلات نظامی آشکار سرداران تحت امر خود در میادین نبرد سوریه به نفع بشار اسد نکرد و البته که هیچگاه نمی کند در این میان برخی از روزنامه کاملا نزدیک به دولت اما تحسین و ستایش رهبری ایران از زحمت تیم هسته رو برجسته تر کردن از جمله روزنامه اعتماد که نیم صفحه اصلی را با تحسین تیم مذاکره کننده آراسته بود همچنان بیننده که برنامه شامگاهی صفحه یک هستید با ستون سرمقالات اظهارات علی خامنه ای در ستونها و سرمقاله ها و یادداشتها با خانشها ها و روی کرد های رسانه خاص رسانه ها باستاب گسترده داشت روزنامه های نزدیک به دولت کشیدن که ماهی مقصود خیش از آب اظهارات گلالود رهبری سید کنند از جمله روزنامه ایران ارگان دولت ستون اول دفتر را به این موضوع اختصاص داد و در یادداشتی به عنوان پایان پروژه متهمسا سازی به قلم محمد نوری به واکاوی این اظهارات رهبری البته به نحوی مصادره مطلوب می‌کرد، پرداخته بود ستون نویس روزنامه ایران معتقد بود که با وجود تحسین تیم مذاکره کننده هسته ای توسط رهبر جریان مخالف دولت تنور مناقشه بر سر برجام را هنوز داغ نگه داشته است هنوز توبخانه تبلیغاتی آنها از روزنامه های گرفته تا آنتنه تلویزیون توافق هسته ای را آماج حمله قرار می دهد حتی بعد از اجرای برجام در عرصه اقتصاد تنباد مخالفت آنها به حضور سرمایه گذاران و هیئت‌های خارجی فروکش نکرد ستون نویس روزنامه دولت با این همه پیش بینی کرده که با تایید سریح رهبر موج کارشکنی ها و جنجال ها قدری فروکش کند چرا که بعد از این مشروعیت رفتار همه کسانی که با ادعای ولایت مداری در کار دیپلومات ها تردید می زیر سوال خواهد رفت از منظر ستون نویس روزنامه ایران ناظران داخل و خارج حول این نکته اتفاق نظر دارند که دیپلماسی روحانی هنوز با مخالفان و موانعی روبروست که بی پشتوانه حمایت شخص علی خامنه ای عبور از این صد ممکن نیست کماکان بیننده ی برنامه شامگاهی صفحه یک هستید از تلویزیون ایران فردا با آخرین و تازه ترین رویدادها و رویکردها برگرفته از رسانه های چاپی و دیجیتالی ایران و جهان امشب دوشنبه یازدهم آبان ماه ایرانی اظهارات بابک زنجانی ملقب به بسیجی اقتصادی عهد احمدی نژاد لایه‌های تازه از فساد اختاپوسی نظام فقها رو رو کرد در این میان روزنامه های زیادی نیز به واکاوی موضوع و ماجرای فسادهای سازمان یافته دولتی در کلیت جمهوری اسلامی پرداختن از جمله عمده روزنامه های نزدیک دولت در حرکتی تا حدودی واکنشی به بخشی از اظهارات بابک زنجانی در دادگاه واکنش نشان دادند زنجانی در جلسه دادگاه گویا در حرکتی افشایگران بیژن زنگنه وزیر نفت رو متهم کرده بود که نسبت به بدهی یکی از مردان مافیای نفت نظام فقها که بیش از 5 میلیارد دلار به دولت بدهکار است به علت رفاقت دیرینش با این شخص سکوت کرده است در این میان روزنامه هایی همچون آرمان ابتکار و دیگر روزنامه های همسو از پاسخ سریح وزیر نفت ایران به ادعاهای متهم نفتی نوشتند و البته در این به اصطلاح پاسخ سریح به اصل اتهام وارده به زنگن اشاره دقیق نشده بود که نشان از لایه های بسته فساد سازمان یافته دولتی در جمهوری اسلامی است این روزنامه ها صرفا به نقل از زنگن خطاب به مردم در عناوین خبری اشاره کردند که هر ایرانی 130 هزار تومان از بابک زنجانی طلبکار است ادامه میده با دیگر موضوعات سیل ویرانگر هفته گذشته در ایران و میزان ویرانی های بر جای مانده و آمار جانباختگان ایرانی در این حادثه و البته نقش رسانه ها مورد توجه برخی از روزنامه ها و روزنامه نگاران پیش قرار گرفت از جمله آقای عبالقاسم قاسمزاده در روزنامه اطلاعات در انتقادی از جناهی دیدن و سیاسی دیدن اطلاع رسانی از وقایع غیر مترقبه و فجایع زیست محیطی همچون سیل و یا زلزله این رو امری نادرست خواند و در انتقاد به سیاست های رسانه‌ای برخی از روزنامه ها که گویا با تیترهای تنها آمیزی همچون سیل تدبیر را برد که به ناکارآمدی دولت موسوم به تدبیر و امید روحانی انتقاد داشتند و اشاره می کردن. نتیجه گرفت حادثه سیل اخیر گوشه دیگری از سقوط اخلاق سیاسی و رسانه ای را به مردم نشان داد نویسنده در ادامه با انتقاد از عملکرد صدا و سیما به طور مشخص نوشت دریغ از پخش و انعکاس یک مصاحبه مردمی از شهروندی در مرکز کشور مثل تهران و یا از استانهای همجوار آنها اخبار و گزارش ها را در حد انعکاس‌های های خبری محدود و نچندان استراری و مهم بسته نگه داشتند و به جای آن از وقوع همین حوادث در چند استان برای خود خوراک سیاسی و تشکیلاتی در نقد منفی از دولت ساختند تا به جای همبستگی ملی همچنان به زمین نویسنده اطلاعات شکاف و گسسته سیاسی را آن هم در سطح کشور عمیق کنند و در وقت باقی مانده خبری از جدال های انتخاباتی میان رقیبان امروز و رفیقان دیروز در پهنه نظام فقهای ایران که این بار و البته هر بار گویا دامن رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام رو نیشی و تنشی و آتشی میگیرد روزنامه آرمان در گزارشی از اخلال در مراسم امام یا منظور آیت الله خمینی با روی کرد انتخاباتی نوشته گویی و بر اساس گزارش این روزنامه هاشمی رفسنجانی و سید حسن خمینی سیبل حملات تندروها قرار گرفتند این روزنامه در انتقاد از لایه های رادیکال و تندروی برآمده از نظام جمهوری اسلامی سریحاً به نقل از این فقیه مقهور و مقذوب این روزها در گلایه ای به نقل از رفسنجانی نوشت که با قشری کوتافک رو دوگ مواجهیم و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه ها از جمله آن سوی خبر که بلا فاصله پس از صفحه یک پخش خواهد شد این جانب از محضر شما خداحافظی می کنم. تا آنگاه شانگاه خوش بدرود.